جیهتی ارجوزوری و میروسینیوگون و زبوی پرستی میونی جوان دختران همسالا میونی گل دخترانی کشور فستیوال آزمونی جمهوریوی چکومای گسو برگزار کرده شده در اون دخترانی جوانو قدرسی دروی مویهوی در روز اشتراک میکنند. این نوبت دوری شهری فستیوال آزمون میونی جوان دخترانی گسو در روز شهرک و جماعتوی شهری حصار در موزه تماشابابی شرشرا گذرانده شده در اون گل دختران به هیئت حکمان طرز گوناگون آرایش دادنی مویها را نشان دادند. آزمون برای آمادگی و دوری جمهوریوی با ابتکار بخش کاربوزانون با اویله و دستگیری مقامات اجرای حکمت دولتی شهر حصار دایر کرده شد. با ابراز تشکیل کنندگان این آزمون ثابت ساخت است که در قلمرو شهر حصار با عنوان خوش سلیقه، خوش سیمو و گسو دراز کم نبوده، بار دیگر امکان پیدا کردند که در دوری جمهوریوی همچون نماینده های شهر برآمد نمایند. گسوی دراز از بانوان و گل دختران نگاه و بینی مخصوص و زحمت چندین ساله را طلب میکند. ما خرسند از اون هستیم که امروز در شهر حصار آزمون جمهوریوی فستیوال آزمون جمهوریوی چکامای گیسو رفته ایستاده است و ما با دریافت چهره های نو یعنی دخترانی که گیسوانی در روز داشته در آزمون اشتراک نمودند و جای های نمونوی را سازوار گشتند. جای اول، جای دویم، جای سیوم را سازوار گشتند که تیاری آنها باز برای آزمون جمهوریوی فستیوال آزمون جمهوریوی چکامای گیسو تیاری دیده ایستادند. حکمانی آزمون پس از تماشای مهارت گیسو پروری جوان دختران غالبان جای های اول، دویم و سیوم را معین کردند. همین طریق در آخر با اشتراک دارانی فستیوال آزمون افتخارنامه ها و تحفه های آماده کرده بخش کاربوزانان و اویلای شهری حصار تقدیم کرده شد. اشتراکچی آزمون فستیوال آزمون چکامای گیسو باشم که در شهر حصار برگزار شد. در آنجا من جای اول را اشغال نمودم. به همسالان خود توصیه می دهم که موهای سر خود را نبرند و آنها را دراز کنند، زیرا زبی زنی تاجیک این موهای دراز است، لباس ملی می باشد. در اینجا اشتراکچیان فستیوال آزمون از تماشای سرود و رقص، ترانه‌های مردمی، ترانم کننده حسن زنی تاجیک، جاذبه گیسو و سر و لباس با آرایشات ملی در برابر غذای معنوی گرفتند، همچنین عاید پرورش موی و نگاه و بینی آن برای خود مصلحت‌های مفید گرفتند.